مدار از تکنولوژی که از چین داره خارج میشه، اثرات خیلی منفی روی استاک‌های چینی که در نیویورک استاک اکسچنج و جاهای مختلف دیگه به اصطلاح سرمایه گذار داشتن، سرمایه شرکت داشتن، اینا اثر خیلی خیلی منفی گذاشته، اگرچه سازمان های خیلی قدرتمندی هستند. از طرف دیگه قسمتی از اینها رو هم آوردن، مثل اپل به هندوستان آوردن برای اینکه باز هم برایشون لیبر کارگر ارزون برایشون خیلی مهم هست که بتونن که اون سود برسونن. برگردم به قسمت روسیه که شما قبلا اشاره کردین، یک گزارشی بود که دیروز حدود چند هزار نفر رو دستگیر کردن، کسانی که مخالف جنگ بودن با اوکراین، مخالف جنگ روسیه با اوکراین بودن و بسیاری در حال فرار از روسیه هستند، به خاطر که 300 درخواست 300 هزار سرباز جدید کردن که بتونن بیارن به خدمت، و عده بسیاری که در اون حدود سنی هستن که بردارن به خدمت در حال فرار هستن. تمام قطارها به طرف کشورهای منطقه‌ای که میتونن برن تمام تا آخر اکتبر، یعنی حدود یک ماه و نیم دیگه پر جا ندارن، اتوبوس ها نمیتونن رزرواسیون بکنن. باور بکنید، من خودم باورم نمیشد، گرفته بودن که قیمت پرواز از مسکو به استانبول، شما همتون پرواز میکنید، مسافرت های مختلفی رفتین، این پرواز معمولا حدود 200 دلار ممکنه در این حدود باشه، ولی الان دیروز اول که تمام پروازها پر شده، البته تحریم هست روی پروازها، تعداد بسیار کمی پرواز هست و به خاطر همین بلیت یک طرفه از مسکو به استانبول 12,000 دلار کانادایی، فقط یک تریپ 12,000 دلار، و البته این سولدات شده، فروش تمام از رفته. جناب زریمه، شما اگر مطلبی دارین بفهمین که بعد بریم به مسائل عرشبت که تظاهرات داخل و مطالبی در اون حدود. بفرمایید آقای شما. در مورد روسیه بگم که از موضوعی که پوتین که فکر میکرد که 3-4 روزه کار تمام میکنه، منتها غرب کمک کرد و ولادیمیر زلنسکی هم شجاعانه وایساد، بهش پیشنهاد کردن که چه وسیله در اختیار بذاریم که کشور ترک کنه، گفت وسیله من نمیخوام، من اسلحه بدیم میخوام بجنگم، و الان 7-8 ماه دارن میجنگن و موفق هم شدن. اونجا که روسیه 7-8 سال پیش به کریمه حمله کرد و بخشی از اوکراین رو مصادره کرد، گرفت، حالا هم دارن فکر میکنن که خود اوکراینا فکر میکنن که اون کریمه هم آزاد خواهند کرد از چنگ روسا، و پوتین بدجوری گیر کرد در این گودال و چاله که خودش کند. حتی کسی که مثلا خدا رو به قول معروف بنده نبود، میره به ایران، میره به سراغ ضعیفترین حکومت ها باشون همکاری بکنه و پهپادهایی که از ایران میگیره و سقوط هم کردن و توی جنگ اوکراین نشون داده شد که مال ایران بوده، و حتی کره شمالی سراغ اونا هم رفتن که از اونا بسته اسلحه بگیرن. و جالب اینجاست که خب روس ها اومدن توی اوکراین، کشور خودشون نیست، کسی به کشورشون حمله نکرده، منتها اوکراینی ها از کشورشون، از وطنشون دارن دفاع میکنن. به همین خاطر روس ها که فرار میکنن، حتی هلیکوپترهای سالم هم میذارن و فرار میکنن، هلیکوپترهای سالم. بنابراین فکر میکنم، البته برای اینکه روس ها واقعا گرفتار شدن، رفتن سراغ زندانیا، به زندانیا میگن که اگر شما بیاین سربازی، ما بعدا بخشیده میشین، اگه بخواین در برین شما رو اعدام میکنیم. یعنی کارشو به اینجاها کشیده، توش موندن، به هیچ عنوان در رومانی، در ببخشید اوکراین برنده نخواهند شد، و این یک جنگ فرسایشی داره پیش میرن، و روسیه در نهایت بازنده است و غرب هم اجازه نمیتونه بده بگه که شما برنده بشین. و از طرف دیگه آقای استاد کنگلو فرمودن راجع به چین و تایوان، تایوان جزیره است که مستقله و نمیخواد زیر حکومت چین بره،
به همین خاطر آمریکا هم هواش داره برای اینکه بزرگترین کارخونه های چیپ سازی و اون تراشه های کامپیوتری و چیزهای دیگه در دنیا این کشور میسازه، کشور تایوان میسازه، و غرب نمیتونه ببینه که از دست میره و به دام چی میفته. به طور کلی کشورهای کمونیستی اینا همه چیز محدود میکنن، همه چیز تحت کنترل حکومته. به همین خاطر رشد فرهنگی، رشد اقتصادی و رشد علمی ندارن و کارشون این بوده که کپی کاری بکنن، یعنی دستگاه ها رو از غرب میخریدن، میرفتن اونجا باز میکردن، میشکافتن، دوباره شبیه اونو میساختن و اینا کارشون همینه. حالا هم که استاد کنگلو میگن که از آمریکایی‌ها قصد دارن که همه چیز تا اونجا که امکان داره سرمایه‌هاشون از چین بکشن بیرون، برای اینکه اونا استفاده کردن به اندازه کافی و دزدی‌ها و کپی کاری‌هاشون رو انجام دادن، بالاخره یک کارهایی خواهند کرد، ولی در مجموع اگر غرب صنعتش رو بکشه بیرون، سرمایه‌اش رو از چین بکشه بیرون، قطعاً اونا تا حدودی درجا میزنن و غرب به پیشرفت خودش، به کار خودش ادامه میده. بله. بله، همونطور که اشاره کردین راجع به تایوان، فکر میکنم دیروز یا امروز بود از آقای بایدن شنیدیم یا از ادمنستریشن شنیدیم که اگر چین حمله بکنه به تایوان، اونا مداخله میکنن، آمریکا مداخله میکنه. این واژه خیلی محکمیه، یعنی میلیاردها دلار هم اسلحه فروختن تا حالا به تایوان. بله، خیلی خیلی این استیتمنت خیلی قوی هست. برگردیم به صحبت بعدیمون راجع به عرشبت که تظاهرات داخل و مطالبی در این حد. یک ویدیو هست که خیلی به نظر من شجاعانه، من کمتر شنیدم در این ویدیو کسی، یعنی در به این صورت به این واضحی راجع به جمهوری اسلامی و سرنگونی جمهوری اسلامی صحبت بکنه. ویدیو هست، مال مربوط میشه به خانم علی نژاد، با صدای آمریکا داشته دیروز فکر میکنم. اینا اگه ممکنه با هم بشنویم و بعد راجبش صحبت بکنیم. مرسی. وقتی که آقای رئیسی داشت صحبت میکرد دو سه بار تو استودیو عصبانی شدی، نکاتی رو گفتی، بشنویم واکنش تو رو. به هر شکل لحظه به لحظه هم با داخل ایران در ارتباط هستی. یعنی دقیقاً میخوای همون چیزی که گفتم رو بگم تو دوربین شما؟ دقیقاً خاک بر سرش، برای اینکه آبروی ملت ایران رو میبره. با اینکه یک نوشته در دست ابراهیم رئیسی بود ولی از روی یک نوشته نمیتونست بخونه. من ترجمه میدم دقیقاً با زبان مردم ایران بگم از کدوم طویله اومدی، از حوزه علمیه، از طویله اومدی که حتی از روی نوشته نمیتونی بخونی. بنابراین مردم ایران کف خیابون، اصلا براشون الان مهم نیست ابراهیم رئیسی چی میگه. دروغ چرا؟ آرزوی میلیون ها نفره عکسی که ابراهیم رئیسی بالا برده سرنوشت خودش باشه. الان دوره این نیست که ما بگیم خشونته، نباید این حرف رو بزنیم. تو صدای آمریکا نشستیم، اتفاقا میخوام تو خود صدای آمریکا که الان بودجش رو بایدن میگه بگم شرم بر بایدن که ویزا داده به ابراهیم رئیسی بیاد اینجا ولی یک کلمه در مورد زنان ایران حرف نمیزنه که الان کف خیابون دارن کشته میشن. من اصلا دلیل اینکه اومدم الان اینجا فقط و فقط به خاطر این بود که حرف دل میلیون ها ایرانی رو بگم. فرقی برام نداره، من از آمریکا بندازم بیرون، از همه جا بندازم بیرون، با تمام دل و جونم میگم مردم آرزو دارن سرنوشت قاسم سلیمانی سرنوشتی باشه که ابراهیم رئیسی خامنه ای میگه. کف خیابون مردم دارن کشته میشن، کف خیابون مردم دارن جون میدن، تحمل دیدن قیافه ابراهیم رئیسی رو ندارن. اگه میبینیم من اینجا نشستم پشت استودیو هر بار فوش میدم، فوشیه که کف خیابون مردم میدن. مردم تحلیلگر نمیخوان، فسیل نمیخوان، خارج نشین نمیخوان. مردم نمیخوان کسایی که با پرچم مجاهدین و نایاک و پرچم این و اون رفتن برای اونا تعیین تکلیف بکنن. مردم از سازمان ملل هم عبور میکنن. اما چیزی که اینجا دوست دارم بگم از کوتاهی ماست که بلند دیواره، ظلم و استبداد. ما باید جمع شیم، کشورهایی که در واقع متحدان جمهوری اسلامی هستند مثل روسیه، شما نگاه کن پوتین، مادورا، در تمام این سالها اردوغان، از کشورهای دیکتاتوری چین، همش میرن تو ایران همدیگر رو میبینن. ما الان وقتشه که خود سازمان ملل رو هم از بین ببریم. فکر نکنید رادیکالم، تا دیروز که تو تلویزیون ها میگفتم مردم برید حجاب رو آتیش بزنید، برید گشت ارشاد رو آتیش بزنید، همه گفتن خشونته. کجاش خشونته؟
مگه مامورای گشت ارشاد و پلیس میان با مردم گفتگو بکنن؟ مامورای پلیس و گشت ارشاد میان شما رو بکشن، میان مردم رو غرق در خون بکنن، منم هم از همه جا حذف بکنن، بگن اصلا این آدم داره خشونت میکنه. نمیترسم، نه پرچم جمهوری اسلامی پرچم ماست، نه اون ماشین گشت ارشاد حامی ماست و نه این رئیس جمهور رئیس جمهور ماست، نه این آدم‌های فسیلی که خارج کشور هستن رهبر ما هستن. رهبر ما کف خیابونه، رهبر ما زنایی هستن که حجابشون گرفتن جلو پلیس ایستادن و میگن ما کوتاه نمیایم. آقای دهقانپور، برای همین اصلا نیومدم اینجا تحلیل بکنم در مورد صحبت یک قاتلی که مردم آرزوی مرگش رو دارن. مردم آرزو دارن ابراهیم رئیسی رو تو دادگاه ببینن. 1500 نفر رو کشته. شرم بر بایدن که به او ویزا داده، شرم بر مکرون که نشسته با بایدن لبخند میزنه. اتفاقا اگر ایرانی هستیم باید بگیم شرم بر هر ایرانی که خواسته رئیس جمهور بشه، شرم بر هر ایرانی که پای احمدی نژاد رو باز کرده، شرم بر هر ایرانی که پای روحانی رو باز کرده و هنوز که هنوز نمیاد با صدای بلند بگه این حکومت با داعش هیچ فرقی نداره. من از امروز حتی اگر بمیرم جلوی تک تک ایرانیایی که جرئت ندارن بگن غلط کردیم از این حکومت دفاع کردیم میستم، ترجیح میدم گلوی مادر ابراهیم باشم، مادر پویا بختیاری باشم که تو زندانه، دخترایی باشم که الان تو خیابون گلوله خوردن کشتن. شما باید نسل جوان رو بیارین، باید کسایی بیارین که کف خیابون میگن تا کی مردن برای روسری، لعنت به این خاک برسری. مردم تحلیل نمیخوان، مردم میدونن که این حکومت رو نمیخوان، میخوان ببینن که آیا ما جرأت داریم که بایدن رو شرمسار بکنیم، آیا ما جرأت داریم بگیم غلط کردیم که از حکومت احمدی نژاد و روحانی و خاتمی دفاع کردیم یا نه. هنوز این مردم میدونن و آرزوی اینو دارن که یه روز ابراهیم رئیسی رو، یه روز خامنه‌ای رو مثل قذافی، مثل قاسم سلیمانی، مثل صدام حسین ببینن. اگر بایدن به اینها اجازه میده بیاد در سازمان ملل، این مردم یک روز میبینن که با بی‌آبروترین شکل ممکن کشته میشن. من ترجیح میدم این استودیو رو ترک کنم برم ویدیوهای مردم رو ببینم، صدای اونها باشن، برای اینکه ارزشش رو نداره که راجع به ابراهیم رئیسی یک کلمه دیگه ادامه بدم.